به نام خدا. سلام، وقتتان بخیر. با خبرنامه هم خوش آمدید. خودتان را زیر سوال میبرید. سناتوران در انتقاد از به تعلیق در آمدن وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی گفتن که حکومت به جای کارهای پیش پا افتاده بره سراغ امنیت و تقویت روابط خارجی خودش با کشورها، و به گفته سناتوران حکومت باید روی این موضوعاتی که برای مردم ما مهم هست بیشتر تمرکز داشته باشد. به گفته سناتوران همیشه تنها افرادی که از پشتوانه سیاسی رهبران حکومت برخوردار نیستند مورد سوالات و ارزیابی قرار میگیرند. سناتوران از حکومت خواستند که در قسمت مبارزه با فساد رفتار یکسان و همشمول داشته باشند. اینا باید سر امنیت کار بکنند، اینا باید سر ایجاد روابط خوبتر با کشورهای منطقه کار بکنند. امروز مردم در خون لود میخره، امروز مردم مایوس و ناامید است، همه از این دولت فاصله گرفته. چرا امروز اینا سر موضوعاتی میپیچند که خود خود زیر سوال میرند؟ اگر یک آیت تعیین شوه بران به ارزیابی به رئیس جمهور، رئیس اجرایه، ببینید خود از یاد چقدر مردم از وار راضی است. روابط بر ضوابط حاکمه. با گفته سناتوران دیگه کم کم و این حرف رسیدیم که همیشه هر وقت آشنایی با مقامات داشتین و آشناییتان هم بیشتر بود، پس همین نداشته باشین، همیشه سر کارتان هستید و جایتان را هم کسی نخواهد گرفت. مسئولینی که بر ریاست جمهوری و بر ریاست اجرایی نزدیکی دارن ایراد حمایت از یا برخوردار هستن، و بعضی مسئولین که حمایت ندارن اونا در معرض پیگر قرار بگیرن. خواست ما از دولتی است که برنامه مبارزه با فساد شفاف، بی‌طرفانه و همشمول پیش ببرند و روی دست بگیرند تا خدا بخواهد این عرصه توفیق داشته باشد. و حالا هم کاریکاتور. زندانی که حکم صادر کرد. یک فرد زندانی در محبس جدید ولایت سرپل خودش را حلق آویز کرده. این فرد زندانی که نامش عبدالغفور بوده، صبح امروز خودش را در محبس جدید ولایت سرپل دار زده یا حلق آویز کرده. این فرد پیش از این سرباز محافظت عامه ولایت سرپل بوده و به جرم نقض خدمات نظام قراول بیش از یک سال قیدش هم برآمده بوده. باشنده اصلی روستای بغاوی از مربوطات ولایت سرپل بوده. هنوز علت و انگیزه ای حلق آویز شدن یا دار زدن این مجرم روشن نیست و بررسی ها هم در قسمت آغاز شده. از افسردگی تا مرز خودکشی و خودسوزی، پناهجویان کشورمان در کشورهای غربی با موج شدیدی از افسردگی ها دست و پنجه نرم می کنند که برخی از آنان تا مرز خودکشی و خودسوزی هم پیش میرن. یک پناهجوی افغان در آلمان پس از آنکه خودسوزی کرده به شفاخانه منتقلش کردند. این جوان 19 ساله روز گذشته در برابر یک فروشگاه لوازم خانگی خودش را آتش زده. گفته میشه که این جوان افغان در چندین ناحیه بدنش سوختگی شدید داره و در شفاخانه هم فعلا مورد معالجه قرار گرفته. پلیس آلمان میگه که انگیزه این کار هنوز مشخص نیست و ما بررسی ها را آغاز کردیم. از سوی دیگه هم شماری از مترجمین و متخصصین افغانی که با نظامیان آمریکایی کار میکردند با امید از اینکه مسئول باشند از تهدیدات امنیتی و زندگی بهتری داشته باشند در آمریکا راهی آمریکا شدند، اما اکنون اغلب آنها از مشکلات روانی شدید رنج میبرند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته که شمار زیادی از این افغان‌ها از بیکاری و یا از بیماری‌های مزمن رنج میبرند که بیشترش از ناحیه نوستالژی یا دلتنگی به سبب دوری از وطن و سرزمینشان هست. بر اساس این گزارش همه افغان‌هایی که در 14 سال گذشته با نظامیان آمریکایی در افغانستان کار می‌کردند بعد از قبول درخواست پناهندگیشان در آمریکا در شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند، جایی که فقیرنشین‌ترین مکان کالیفرنیا است و اینا در اونجا انتقال داده شدند بدون امکانات و بدون وسایل و امکاناتی که برای یک زندگی نیاز است.
انتخابات. رؤسای فدراسیون فوتبال 22 ولایت کشور امروز در ولایت کابل گرد هم آمدند و نسبت به عدم برگزاری به موقع انتخابات فدراسیون فوتبال اعتراض کردند و گفته اینا 7 ماه از موعد اصلی گذشته، اما نه تنها که انتخابات برگزار نشده بلکه سنگ اندازی هایی هم در این رابطه وجود داشته. انتخابات باید بر اساس مؤسسنامه فدراسیون جهانی فوتبال پیش از اینکه 4 سال فدراسیون فوتبال باید ختم شود، 4 ماه قبل از ختم شدن دور 4 سال اینا باید اعلان انتخابات میکردن. از او 4 ماه یکی تیر شده، 3 ماه دیگه تیر شده، 7 ماه باز از 7 ماه سر صدای ولایت که بلند شد اینا تازه آمدن که ما میخوایم انتخابات کنیم. بله، چون وقت ما زیق است، ما برنامه های باید که فدراسیون خود فوتبال افغانستان کسی که میاد درس پس فدراسیون فوتبال افغانستان باید پلان ها و برنامه های خود بریزه تا نشه که ما سال 2000 در شاهد ازی باشیم که افت فوتبال. بله، یکی از نکات بسیار خوبی را که جان موضوعی که شما سوال کردی نمی است الا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال که در قطعنامه هم گفتن صلاحیت تغییر تبدیل آمرین ورزشی فدراسیون ولایت کس نداره. آخرین جمع آسامبلی که داشتیم دو تایید شده بود که من بعد تا الا انتخابات که یک موتو ما پیشی بودن باید رؤسای فدراسیون به حال خود باقی بمانند، چون تغییرات تبدیلات باعث از حرج مرج در افغانستان میشه. وقتی پلنگ از قفس بپرد. یک پلنگ در بنگال غربی دهل زمانی که از قفس رها شده در بین مردم رفته و به اونا حمله کرده که در نتیجه یک تن زخم داشته. ببینیم با هم. در پایان مثل همیشه عکسای خبری، اما در عکسای خبری امشب عکسای برفی گرفتیم از اولین بارش برف زمستانی در شهر کابل. همراهیتان سپاسگزارم. پایان خبرنامه امشب.